هلو گایز، چطوری بچه‌ها؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو با هم دیگه می‌خوایم بریم سراغ بالاخره ترکیب و اینستراکشن آنرس. تو ویدیو قبلی که اینجا لینکشو میذارم حتما ببین، آنالیز بازی آنرس و سین تو مسابقات اف سی پرو اوپن بود که اصلا عجیب غریب خوب بود این بازی و آنرس ترکون. به نظرم یکی از نقطه قوتش سوای مهارتی که تو بازی داشت ترکیب بی‌نظیرش بود. حالا تو این ویدیو قراره مو به مو ترکیبشو بدونیم و سبک بازیشو. لازمه این ویدیو اینه که اون ویدیو قبلی رو دیده باشی، پس پیشنهاد میکنم حتما ببین اونو تمام کردی بودو بیا اینجا که کارو با هم دیگه جمع کنیم. حرف اضافه نمیزنم مثل همیشه. بچه لایک رو یه تپ بزن و حتما حتما کامنت انگلیسی بذارین. لایک رو میپرن نیا کن، من مثلا ویدیوم 2K ویو خورده 40 تا دونه لایک کمه دیگه. اینو حتما رفقا رعایت کنید که منم کلی انرژی بگیرم. خیلی دوستتون دارم. بریم سراغ ادامه ویدیو مثل همیشه. لزبو. خب رفقا بریم ما هم دیگه ببینیم ترکیبش چی، اصلا داستانش هست چی قراره و اینا. پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو ببین، چون یه پیشنهاد خیلی خوبم دارم برای تویی که میدونم الان دوست داری رنگ بالاتر بزنی تو ویکند لیگ و اصلا کلا بازیت خیلی بهتر بشه. توضیح میدم به داستان از چه قراره. اول بریم سراغ اکانت خودم، اکانت لسبو. این ترکیب من، شو الان بگی بابا این ترکیبی که خیلی ضعیفه چجوری مثلا با این ویم میگیری و اینا، میخوام بهت بگم یه رازی پیدا کردم که به شدت جوابه. حالا توی این ویدیو یه کمکشو میگم ولی بچه آکادمی قراره کلشو بدونم. داستان آکادمی هم تو دیسکریپشن این ویدیو میتونی ببینی داستان از چه قراره. خب بریم سراغ ترکیب آنرس. میاد یه دونه LC میزنید و کاستوم تاکتیک و خب من میام روی ترکیب اتکینگ هم مثلا درستش میکنم. اول اینکه بچه ترکیبی که آنرس باش باز میکنه ترکیب 4-3-2-1. ببین میای بالا یه ذره میای پایین 4-3-2-1. یه ترکیبیه که فوق العاده متمرکز وسط زمین و خوراک دریون پاس دیگه، یعنی همون آریه گرفتن و پاس سریع و تند و تیز. حالا سعی میکنم که من براتون سبک بازی هم حین آموزش بگم قراره چجوری باش بازی کنین که قشنگ جا بیفته براتون موضوع. این از این. میایین تو قسمت تاکتیکا که ببینین تازه داستان از چه قراره. خب بچه بریم سراغ بخش دیفنس، بخش دفاع. اولا که دیفنسیف استایل، همه یه پلیر ها 99% پرو پلیر ها این رو بالانس میزنن. خوش مستونی خود بازی کن خیلی بهتر عمل میکنه تا اینکه مثلا بذاری حالت دراپ بک یا چیز دیگه، مگر اینکه بخوای کامبک بزنی و اون موقع موضوع یه ذره متفاوته. ولی واسه شروع بازی و یه بازی که همچین خیلی نه جلوی نه خیلی عقب، یه حالت متعادلی میخوای بگیری، بالانس همه بهتر. وی تو میذاری روی 50. این عرض بازیکناست بچه، یادتون باشه کلی آپشن مختلف هست تو بازی که بازیکن تو عریض کنه همون در لحظه، مثل هاکس آیلاین. دیگه لازم نیستش که همون شروع بخوای عریض بازی کنی، چون اصلا متمرکز که باشه تیمت خصوصا تو این ترکیب وسط زمین خیلی راحت‌تر میرسی به سمت دروازه. ولی نکته اینجاست، دفاع میزنین روی 70. حالا چرا 70؟ میبینید تیم چقدر بالاتر بازی کنه. یه نکته هم این وسط بهتون بگم بچه، اینو میبینید داره همینطوری با این سرعت میره. اگه آنالوگو با دیپد، اینجا بهتون نشونه آنالوگ با دیپد، دیپد اینا همزمان توی جهت ببرن سرعتش بیشتر میشه. الان نگاه کنیم مثلا چقدر سریعتر نسبت به حالت عادی داره میره. حالا الان مثلا این یه نیمچه سرعته، این فقط زوایای داستان. خواستین سریعتر پر کنین زمان بین بازی. خب بچه دف رو میزنیم روی 70. بچه دف 70 من خودم 71 میزنم یا 72، ولی کلا 70 به بالا تیمت میشه اوتوپرس، نه که بالا بازی میکنه، باعث میشه که تیمت همیشه در حال پرس اتومات باشه، دیگه نمیخواد دستی پرس بزنی. همین خیلی اذیت میکنه حریفو. البته استامینا هم ممکنه ازت از بین ببره، ولی الان با این همه پرومویی که اومده و پلی استایل استامینای بازیکن‌ها بالاست. یعنی اتفاقا الان دیگه خیلی کاربرد داره این دف آنرس. هم تو بازی برید ببینید، دوباره لینکشو اینجا میذارم، خیلی خیلی زیاد میومد هی پرس میزد، همون لحظه ای که تو دفاع حریف بود داشتش دفاع میکرد، اصلا یه چیز عجیب غریب بود. بریم تو بخش بیلداپ پلی.
دوباره این تو پرو پلیرها همیشه یک چیز رایجه که بیلد اپ پلیشو میزن رو بالانس، که خود بازیکن در لحظه تو بازی تصمیم بگیرن که چطوری بازی کنن. پس اینو خواهشن روی موارد دیگه نذارین، یعنی این الان کاربردی نداره. بچه‌ها دارم برای ترکیب متعادل میگم، برای ترکیبی که میخوای کامبک بزنی نمیگم، اما چانس کریشن باید روی دایرکت پاسینگ باشه. یه لحظه نگاه کنید به اون بغل که چقدر جالب داره الان بازی سازی اتفاق میفته. این دقیقاً ترکیب آر یک پاسه، یعنی بازیکن‌ها میان روبروی همدیگه وای میسن و یه محوطه رو درست میکنن که پاس راحت‌تر به همدیگه برسن. ولی مثلا فکر کنید مثل لانگ بال، حالت مثلا فوروارد ران، ببین مثلا توپ تا میرسه به فوروارد و سریع استارت میزنن به سمت جلو، ولی دایرکت پاسینگ همیشه بازیکنات رو دستت هم. پس اینو بذار رو دایرکت پاسینگ و ویت حملت هم بذار روی 50. یه حالت متعادلی هستش، پلیر ها بین 45 تا 50 میزنن. پلیر این باکست هم روی حالت عادی، یعنی میشه 5 تا خونه، این هم بذار 5 تا خونه. اما کورنر و فریکیک تو باید یه چیزی باشه که تعادل داشته باشه، و البته استراتژی که خودت چیدی، یکی میخواد مستقیم به سمت رو سر ویرجیل، پس میتونه اینو مثلا بذاره روی حالت 3 جفتش. یکی میخواد از اون ور پشت 18 تو کورنراش مثل خود من، فینیش شوت پلاسا جمع شدن همه پشت 18، اینو بذاره روی 1 بهتره، یه یار رو دستش میاد 10 نفرم پشت 18 وایسارن. اینو میذارم به عهده خودتون. از این بخش جامپی بزنیم بریم سراغ اصل داستان که میشه اینستراکشن. خب حالا با همدیگه بچه ها بریم سراغ اینستراکشن این ترکیب که چجوریه. اول بریم سراغ گولر. گولرتون بچه ها بذارم من خودم هم یه ذره کوچیکتر کنم که بتونید راحت تر ببینید اینو. الان عالی شد. خب بچه ها گولرتون رو حتما کامفورت کراسس کنید با سویپر کیپر. من توضیح بدم این دوتا اصلا داستانش چیه. سویپر کیپر میشه خود گولر رو دروازه‌بانتون، اگر که دید توپ میتونه بگیره سریع خروج میکنه، دیگه لازم نیست شما مثلث نگه دارید. توی خیلی از موقعیت‌ها خودش میاد و توپای پشت، اصلا یه گولری میشه که هی خروج میکنه. اینطوری بگم بهتون، مثال بخوام بزنم براتون، مثلا مانو نویر تو فوتبال واقعی نگاه کنید، اکثرا توپای پشت دفاع رو خودش میاد تمیز جمع میکنه و پاس تو عمق ناب حریفو ازشون میگیره. کامفورت کراسس چیه دیگه، کاملا اسمش معلومه دیگه، موقعی که سانت میکشن گولر باز دوباره خروج میکنه. خیلی از سانترا میتونه اینطوری بگیره، یعنی اتفاقا خیلی کمک میکنه اگر که حریف پلی استایلش رو نداشته باشه یا کلا سانت خوبی نکشه. بریم سراغ اصل داستان، کلا اصلا باید ما چطوری تو این ترکیب اینستراکشن بزنیم. دو تا سی بی امون که والانس، مثلا اینو دست میزنیم، تو هیچ ترکیبی هم نیاز نیست دو تا رو دست بزنیم، کلا سی بی پوسی نیست که بخواید دست بزنید بهش. اما آنرس میاد دفاع چپش رو استی بک میکنه. خوب گوش بدین، دفاع چپش رو استی بک میکنه، نمیذاره دفاع چپش بره جلو موقع حمله که تیم از سمت چپ لخت نشه زده حمله بخوره. از اون ور اینو میذارم به عهده خودتون ها. این ترکیب کاملا فلیپ میشه، یعنی میتونید شما چپتون رو بفرستین جلو، راستتون رو نگه دارین. حالا آنرس برعکس این کار انجام میده، شما با توجه به ال بی آر بی که دارین کدومشون حمله ای تره اونو پس باید یعنی ترکیبی که میچینیم الان رو به سمت اون سوق بدین. سمت راست که یورنته هستش، اینو میاد بالانس اتک میکنه، یعنی اگه یه موقعیتی بود بره حمله کنه و اوورلپ ران تایپش اوورلپ میشه. اینطوری یورنته میاد از حالا مثلا من دیبروینه بهتون نشون بدم، از پشت دیبروینه اوورلپ میکنه فرار میکنه، دفاع چپ حریف نمیتونه تمام این بازیکنان رو بگیره و خیلی راحتر عبور میکنه ازش. بعد میریم سراغ سی اما، حالا اینا بجاشون عوض شد، دیبروینه میاد اقابا، اینا ما صرف فندارم میچیم. سی ام سمت راست استی بک میشه و کاور سنتر. این ترکیبه در از 4-3-2-1 هست، اما یه حالت 4-4-2 به خودش میگیره، گرچه آنرس 4-4-2 هم بازی میکنه، ولی این ترکیب اصلا انگار که 4-3-2-1 رو داری از دلش 4-4-2 میکشی بیرون. استی بک و کاور سنتر، سی ام وسط هم استی بک و کاور سنتر، اما سی ام سمت چپ بالانس اتک میشه و کاور وینگ. میگم بهت چرا. دوباره میایم سمت راست، سی اف سمت راستمون، اینو میایم کامبک کان دیفنس میکنیم، بعد میگرده عقب موقع دفاع کردن. حالا علتشو میگم بهت.
استیمون هم استی سنتراله دیگه، دست به چی نمیزنیم. این ورم استی فوروارد میکنیم، یعنی اینو استی فوروارد، اینم استی سنترال. حالا علتشو بهت بگم، توی یه همچین ترکیبی موقع بازی کردن که بازیکن‌ها برن سر جای خودشون، چون دیبروینه برمیگرده عقب، ترکیب حالت 4-4-2 به خودش میگیره. یعنی زولا میره سمت چپ بازی میکنه، گریزمان و آبدی میرن دو تا استی بازی میکنن و دیبروینه میاد انگار که 4-4-2، یعنی میاد آر ام میشه دیبروینه. یعنی با استفاده از این ترکیب خیلی راحت یه ترکیب حرفه‌ای میکشه بیرون. یادتون باشه من اوایل FC24 بچه ها آکادمی ها کلن تو چنل یوتیوب یه دونه ویدیو میذارم اینجا، ولی بیشتر آکادمی آموزش هم هست، گفته بودم 4-4-2 4-2-2-2-2 بازی کنید. اما این ترکیب یه باگی که داشت امسال خیلی ضعیف شده، بازی کنن سر جا شما این امسال. اما با استفاده از این تکنیک میتونی خیلی راحت بازی رو در بیاری. این میشه کلن داستان ترکیب آندرس. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. بچه‌ها لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. و از همه مهمتر، اگه میخوای تو FC24 حرفه‌ای بشی، بازیت خفن بشه، رفیق من داش حمید بهت آموزش تخصصی میده. هایلایت قرمز پیج منو ببین، توضیحات کامل‌تر تو دیسکریپشن همین ویدیو. درود به روی مواظب خودتون باشین و تا ویدیو بعد مثل همیشه بدرود.